طالبان گروهی که نام آن به افغانستان و پاکستان گره خورده بود اینک دیگر رو به فرامنطقه‌ای شدن است. موضعی که به تازگی رئیس جمهور غنی در جریان دید و بازدیدش با مقام‌های قزاقستانی در این کشور ابراز داشته گفته است، طالبان هم اکنون به یک پدیده آسیای جنوبی مبادر شده که به سوی بنگلادش و دیگر مناطق در حال گسترش می‌باشد. طالبان که یک پدیده اردو افغانی و پاکستانی است، اکنون به یک پدیده آسیای جنوبی مبدل شده که در حال گسترش به سوی بنگلادش و دیگر مناطق هم می باشد. آنها چقدر طرفدار دارند؟ بگذارید که در انتخابات اشتراک کنند و بگذارید که افغانان آنها را انتخاب کنند. اگر مردم افغانستان با آنها رأی دادند، من هم به خوشی خود دفتر را با آنها وا می گذارم. اگر اعمالشان در کندوز ملاحظه شود، متاسفانه تشدد تا حدی رسیده بود که هیچ گروهی خواب حکومت را ببیند نیست چنین نمی کند. شاید حلقاتی هم باشه که در داخل افغانستان دولت افغانستان ممکنه که با این پدیده نخواهند که مبارزه لازم را انجام بده. به همین خاطر دولت حکومت افغانستان تلاش میکنه که از کشورهای همسایه و از دوستانی که یک مقدار اعتماد بیشتر داره در آسیای میانه از اونها هم کمک بخواهد که در زمینه مبارزه با تروریسم و به خصوص از نوع داعش مقابله بکنه و مردم این منطقه را از این خطر دور بکنه. آقای غنی با اشاره به وضعیت کنونی کشور از تصمیم ایالات متحده در راستای ادامه حضور نیروهایش در افغانستان قدردانی کرده گفته است تا اکنون بیش از 30 کشور وعده همکاری نظامی برای افغانها کرده و این روند همچنان بیشتر خواهد شد. رئیس جمهور بارک اوباما خروج نیروهای آمریکایی را از افغانستان به مردم خود وعده داده بود، اما زمانی که فعالیت‌های افغانان را در مبارزه با تشدد مشاهده کرد، دید که ما تا چه حد کار اصولی می‌کنیم. از تعهد خود گذشت و به مردم خود توضیح داد که افغانستان ارزش آن را دارد تا بالای آن سرمایه گذاری شود. اروپا همچنین کار را کرد و هفته گذشته 31 کشور همکاری نظامی را با ما تعهد نمودند و امیدواریم تا پایان این هفته شمار این کشورها به 40 برسند. اگر داعش کسی مورد حمایت قرار میده، از اونا تقاضا شود که سرگردانی برای جهان و افغانستان به وجود نبیه. ما پروسی که از طرف پاکستان تعقیب میشه و در اونجا گپ اوندهش ای است که دیگه اگر طالب عالی میره به طرف پارچه شدن، ولی قوت باشه که اونمو برنامه های پاکستان آیسای در منطقه حتی در جهان. با این همه او تاکید کرده مبارزه با تروریسم و افراطگرایی وی را مجبور ساخته تا در عوض عملی کردن برنامه‌هایش در راستای دادن حقوق افغانان روی نجات مردم از خشونت و تشدد بیشتر غور کنند. با گفته وی، جنگجویان مسلح در افغانستان، چین، روسیه، عربستان سعودی، قزاقستان، آفریقای شمالی، پاکستان و سایر کشورها همه روزه می‌جنگند. از این رو خشونت و افراطگرایی در افغانستان مسئله داخلی نبوده، بل جهانی است که باید در برابر آن مبارزه همگانی صورت گیرد. Some of these